G4. سلام و عرض ادب و احترام خدمت بیننده‌های محترم تیوی پلاس. اینجا پردیس ملت و دقایقی پیش مراسم فرش قرمز فیلم شیفت شب به کارگردانی نیکی کریمی برگزار شد. چه مراسمی هم بود؟ آره خدا رو شکر خیلی مراسم خوب و باشکوهی بود. کلی ستاره دوست داشتنی مثل یاس، حمید فرخ نژاد، بهنوش بختیاری و خیلی دیگه هم اومدن به پردیس ملت. ما فوکوسمون رو امشب روی نیکی کریمی گذاشتیم به عنوان کارگردان موفق این فیلم، فیلمی که تو جشنواره خیلی در موردش حرف زدن و مطلب نوشتن و خیلی هم پیش بینی میکنن که این فیلم یکی از فیلم پرفروش دوره اکران خودش باشه. همچنین تولد نیکی کریمی هم بود امشب. آره ایشون در واقع دیشب که میشه 19 تولدشون بود. ما خواستیم که به سبک خود تی وی پلاسیا که همیشه از ما توقع دارن یه جشن تولد خیلی کوچولو تو این شلوغی بگیریم، بدون کیک، با کادو. آره با کادو، با تشکر ویژه از ایمان و احسان تهرانی و گالری سنگ تهرانی که یه هدیه خیلی خوشگل تو شهر نیکی کریمی دادن به تی وی پلاس که ما تقدیمشون کردیم. با ما همراه باشین. گفتگو ما با نیکی کریمی، امیرحسین آرمان و گزارشمون رو از مراسم فرش قرمز شیفت شب ببینین. مرسی. خسته نباشین. دو تا تبریک بهتون بگیم، یکی شیفت شب و دیگری تولدتون که فکر کنم دیروز بود دیگه، درسته؟ خیلی مبارک باشه. در مورد اکران بگین، خیلی تلاش کردیم برای این فیلم. بله واقعا خب این فیلمو من 2 سال پیش فیلم نامش رو کار کردم و تا الان که امشب در خدمت شما هستم 2 سال، واقعا 2 سالیه که خیلی زحمت کشیده شده از زمان ساختش و همه این کارا. بنابراین ولی خب لذت بخش دیگه، ما کارمون سینماست و سینما رو دوست داریم و همینه دیگه، پروسه سختیه ولی خب خوبه. البته اکران این فیلم یه ذره طرفدارای شما رو صبرشون رو لبریز کرد دیگه، خوردیم به اکران فیلم حضرت محمد ولی دیگه اتفاقه داره میفته. شما بدون اینکه حاشیه درست کنین احترام گذاشتین دیگه، گفتیم به خاطر اینکه فیلم محمد هست من احترام میذارم و با تبریک. واقعیت هستش، درسته؟ من نمیتونستم شکایتی داشته باشم و نمیتونستم در حقیقت اعتراضی داشته باشم، جز اینکه خب واقعا خسته شده بودم چون یه حالت فرسایشی داره. وقتی شما الان میبینین بیلبوردهای من در سطح شهر داره دیده میشه ولی فیلمم اکران نیست، خب این خیلی سخته چون ما قرارداد رو بسته بودیم. ولی به هر حال خدا رو شکر میکنم که این اتفاق افتاد و امروز اینجا هستم. شما یه کار جدیدی هم که کرده بودین، قضیه فروش بلیط‌ها به صورت اینترنتیه، این ایدهش از کجا اومد خانم کریمی؟ فکر می‌کنین چقدر موفق این فروش اینترنتی بلیط‌ها؟ ببینید من کلن دوست دارم کارهای جدید بکنم، دلم میخواد ببینم که چه اتفاقایی میتونه بیفته که به نفع فیلم هستش. یکی از این کارام همین بود، یعنی من گفتم چرا خارج از کشور این ماجرا رو ما داریم. خب من همینجا هم خب کنسرت، تئاتر، اینا ما میتونیم بلیط رو از قبل بگیریم، بنابراین فکر کردم که خب این کار رو انجام بدم. و بد نبود. ببینید ما بیشتر در حقیقت میخواستیم مردم بدونن که این اتفاق داره میفته و فیلم داره اکران میشه، چون معمولا تو ایران اینطوریه که از بد و ورود وقتی فیلم اکران شد تازه مردم میفهمن این فیلم اکران شد. ما میخواستیم این اطلاع رسانی بشه، یعنی جورای تبلیغاتی هم بود. بله و خب دوست داشتیم هم ببینیم که چه آدمایی اصلا حواسشون به سینما هست که میان و بلیط از قبل میخرن. من فکر میکنم که این کاری که شما و این در واقع نوآوری که شما تو عرصه سینما کردین برای بلیط فروشی و هدایایی که به در واقع به صورت قرعه کشی به طرفداراتون دادین، فکر میکنم باب میشه تو سینما دیگه. امیدوارم، چرا که نه، به هر حال هر راه جدیدی راه خودش رو باز میکنه. درسته. بله. امیرحسین آرمان عزیز که توی شیفت شب درخشیده واقعا در خدمتش هستیم. در مورد این فیلم بهمون بگو. امیرحسین تو در کنار 2 تا ستاره بازی کردی توی این فیلم که قبلا تو دهه 70 و حالا یه مقدارم 80 جز تک ستاره های نسل خودشون بودن، این تجربه چطور بود؟ تجربه خوبی بود. خب
کنار ستاره هم بازی کردن کلی چیزی که میتونی یاد بگیری و لذت بخشه. تشریحی جواب نمی سخت جواب میدی. خب ببین این همه روز شما خانم نیکی کریمی میگه که یک ماه و نیم ما کارمون طول کشید و تو شرایط سخت، یعنی موبایل اینا هم که تعطیل بوده. مثلا که تعطیل بوده. ببین شما کاری که همه گروه اصلا تمرکزش روی کار باشه و انرژیشون روی این باشه که بخوان کارو درست انجام بدن، ناخودآگاه موبایل رو نمیدونم این چیزا هست میشه دیگه سر خودآگاه یا نه ناخودآگاه اصلا ناخودآگاه هست میشه، برای اینکه اصلا وقتی نداری و تمرکزت اصلا روی فیلم برداری این چیزاست. و خب این که خانم کریمی هم علاوه بر این که بازیگره که تعریف کردنش اصلا الکیه، کارگردان بسیار خوبی هم هستن و این دوتا کمک کرد که بازی ماها خیلی به بازی کردن ما جلوی دوربینشون خیلی کمک کرد. خانم کریمی با وجود تمام سرشلوغی‌هاشون همیشه تو همه مراحل کاری یه کتاب باهاشونه. برو خدا. آره خانم شما چیجوری وقت میکنید؟ آره این دغدغه‌ش چه، خیلی هم مثل شما که ستاره میشن دیگه ول میکنن فضای. ضمن اینکه ایشون میگن که من کتابا رو بعضیاشون رو چندین بار میخونم. چرا خانم؟ بگیم ما جوونام یاد بگیریم خانم. ببینین این دیگه دست حد دغدغه گذشته. شما وقتی رانندگی میکنین من فکر میکنین داری رانندگی میکنین. یه چیز اتومات. من اگه کتاب همراهم نباشه اون روز احساس بتالت میکنم، یعنی وقتی سر فیلم برداری میرم با خودم کتاب میبرم و احساس میکنم که اون روز داره روز خوبیه و میگم فکر شدم نیست، بنابراین این مونس من. یه سوال ویژه و چیزی که من خیلی همیشه سوال برام هست، خیلی از بازیگرهای زن اومدن و ستاره شدن و کار کردن و به بازیگریشون پرداختن، ولی شما یه جسارتی به خرج دادین و اومدین رو صندلی کارگردانی نشستین و یعنی این اجازه رو به منتقدین دادین که یه وجه دیگه شما رو هم ببینن و انتقاد کنن و قضاوتتون کنن. این و روش هم دارین اصرار میکنین که کارگردانی رو ادامه بدین و ما بیشتر شما رو به عنوان کارگردان بشناسیم. ترسناک نبود روزی که خواستین رو صندلی کارگردانی بشینین به عنوان کسی که ستاره بوده هست و احتمالاً حالا هم خواهد بود؟ چون نداره سنگین به روی دوش یه خانم. اون دومی رو قبول دارم چون خیلی مسئولیت سختیه، ولی اولیش اصلا انتخابی نیست، بلکه من باید فیلم میساختم، منی که دارم عکاسی میکنم، مستند میسازم، کتاب میخونم، ترجمه میکنم، بنابراین داستان مینویسم، من کارهای خودم همه رو خودم نوشتم، بنابراین من باید فیلمم میساختم. انتخاب نکردم که به عنوان یه بازیگر حالا الان بپرم برم یه فیلم بسازم، اینطوری نبود. این مسیری بود که مسیر ادامه مسیر کاری من به عنوان یه روشنفکر. کمپانی صفی پور شما را به دیدن ادامه برنامه دعوت میکند. نگرانم، نگران شما، خیلی نگران. چی؟ بگو به من. فرا سابقه خودکشی داشته؟ خودکشی نه بابا، خودکشی چی، من تا دو روز پیش باش افزمالش خوب بود. فراد گفتن آژانس کار میکنه؟ بله به من گفتن. خیلی هم عالی. بله کار میکرد البته، تا 20 روز پیش اینجا کار میکرد. پس الان کجاست؟ میگه خانومش دیگه، نمیدونی؟ یه بار دیگه زاسی همانو چوب بزنین دندونت میرزم تو دهنت. خانم کریمی یه روزی شما با فیلم عروس تبدیل به ستاره سینما ایران شدین. فکر میکنم که فیلم شیفت شب برای خانم زاره همون حکم فیلم عروس رو داشته باشه برای شما. خب این سوال خودتون
کامنت ازش بکنید. نه میخوام ببینم که چقدر ایشون در واقع مورد تایید شما بوده و چقدر میتونه چقدر شما کمک کردین که ایشون در مسیر ستاره شدن قرار بگیره. یعنی اون حسادت خانومانه رو ما ندیدیم تو این فیلم، یعنی همه جوره کمکشون کردین. هیچ عنوان، چون من با بازیگران واقعا رفیق میشم و صمیمی، و لیلا هم که جای خودشو داره، به خاطر اینکه من ظرفیت زیادی توش میبینم، فوق العاده خوش قلبه. من اینو در درجه اول برای من توی انسانیت وجود داره، بعد شما میتونین بگین هنرمند، نقاش، همه اینا، اول باید آدم باشه. و لیلا به نظر من این خصوصیت رو خیلی داره، از خودش مراقبت کرده در طول سالها و خیلی متمرکز بود، چون انگار میدونست چه اتفاقی داره براش میفته و خیلی این کارو دوست داشت. و این خیلی بر من قابل احترامه که دیگه نیومد اونجا 24 ساعته مثلا موبایل به دست باشه یا بگه امروز چی. البته من این صحبت رو از قبل با بازیگران کرده بودم، گفتم شما که میایین باید بدونین یک ماه و نیم سختی قرار بکشید، چون من کوتاه نمیام، من حساسم، هی میخوام تکرار کنم، تمرین کنیم اینا. و بنابراین حالتون خوبه الان؟ و اونا هم گفتن آره و آمادگیشو داریم. بنابراین این از طرف من بود. لیلا هم که ماجرای خودشو داره، و به نظر من کارگردانی که بخواد به بازیگر خوش حسادت کنه دیگه خیلی چیز عجیبیه. پاداش زحماتشون هم گرفتن دیگه، دیپلم شد. بله یکی از مطبوعات خیلی و مجلات خیلی معتبر دنیا یه نقدی در رابطه بازی شما نوشته بود توی فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت. خیلی نقش بزرگ و قشنگی بود، راجع به اونم دوست دارین صحبت کنیم؟ بعد از مدت‌ها شما خودتون رو توی قالب نقش دیدیم که شاید از خیلی چیزا گذشتین دیگه، یعنی یه گریم عجب غریب که من از اول دوست داشتم دیگه، اثر فیلم سارا که ما چند ساعت گریم داشتیم که من 20 ساله رو تبدیل به یه زن 30 ساله‌ای که بچه داره بکنن. بنابراین این جزء علاقه های من بوده. حالا اگه از قبل فیلمنامه اینطوری نوشته نمیشد، ولی من باز شانس آوردم که سال پیش این کار رو کردم. حالا شما توی چهارشنبه رقیب فیلم خودتونه، فکر می‌کنید توی قضیه فروش چقدر تاثیر می‌ذاره رو هم دیگه؟ من به انرژی مثبت اعتقاد دارم و اینکه اون فیلم خوبیه، فقطا برای کار ما هم خوب خواهد. خانم ما یه هدیه آوردیم خدمت شما برای تولدتون که انشالله زنده باشین. فقط میتونم آرزوتون رو امسال بدونم موقع که داشتین شرمتون رفت میگن خدا وکیلی واقعیت رو بگین غیر از سلامتی و اینا؟ یه تا تولد بسشون گرفتن امسال طرفل کاریه وریا اون وریا. من آرزوم اینه که تمام سینماگرا در حقیقت اونقدر بهشون ارزش داده بشه که بتونن فیلم خودشون رو بسازن، اینقدر هی نرن فارابی این ور اون ور بخوان پول پیدا کنن برای اینکه فیلمشون رو بسازن، و بنابراین حمایت ویژه ازشون بشه. این آرزوی منه برای سال. آرزو شخصی که ندارین خانم دیگه، به همه چی رسیدین؟ هیچ وقت این حرف رو نزن، چون هر آدمی آرزوهای چیزی داره، ولی خب من خدا رو شکر میکنم که لطف داشته به من. خیلی متشکرم.